مکتب بزرگدرگاهی است که در برابر در آستانش قدم گذاشتن خردان بزرگ، بزرگان برنادیل و بخیردان صاحب خیرد می گردند. مکتب مکان علم و معرفت، فرهنگ و ادب و دانش و خیرد است. نیست کسی که از این درگاه مقدس سبق نگرفته باشد. نیست بزرگدلی که سبق استاد ندیده به جای رسیده باشد. محض در مکتب معرفت پایدار، علم و ادب استوار و توسط زحمت های استادان نکوکار شاگردان بر کمال و صاحب استعداد می گردند. وابسته به رشد فنهای دقیق ریاضی و طبیعت شناسی که در پیام سال گذشته سرور معظم کشور پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان بررسی گردید، در تمام مؤسسه های تعلیمی شهر تورسونزاده نقشه چاره بینی ها تشکیل کرده شده است و 20 ساله آموزش فنهای دقیق با مرام ادامه دارد. راه اندازی شدن آموزش فنهای دقیق سری وقتی بوده و صنعت کنونی وطن عزیزمان مساعدت می نماید. در مؤسسه ما کتابخانه موجود است. وقتی که خوانندگان در وقت خالیشان در کتابخانه آمده کتابهای بدیهی و علمی را می خواند و با نظرداشت پیشوای ملت در پیام خود قید کردند که هر نفر در یک سال یعنی 5 دانه کتاب خواند. بزرگان گفتند که انیسی کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 40 جماعت دهات رگر شهر تورسونزاده نیز وابسته به 20 ساله رشد فنهای دقیق یک قطار کارها به انجام رسانده شده است و امروز خوانندگان در سنفخانه های مجهز با عیانیت های خانش به تحصیل فرا گرفته شدند. مؤسسه تعلیمی دارای کتابخانه و قرائتخانه بوده، خوانندگان در این برابر به آزمون های فروغ صبح دانایی و علم فروغ معرفت آمادگی می بینند. در مؤسسه تحصیلات میانه رقم 40 شهر تورسونزاده که در جماعت دیوات ریگر جوی گشته است، 1176 نفر طلبه درس میگیرند. در اینجا 76 نفر آموزگاران در این طلبه درس و مقتی استوده. در مؤسسه کتابخانه داریم. در کتابخانه کتاب های بدی قطعی تامین است. زبان های تاجیکی، زبان روسی، کتاب های ازبکی قطعی تامین می باشد که طلبه هر روزه در اونجا کتاب های درکاری را گرفته مطالعه می کنند. خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 نیز امروز به پرگی به آموزش فنهای ریاضی، طبیعت شناسی و دقیق جلب کرده شدند. آموزگاران صاحب کسب از فن دقیق به شاگردان درس میگویند. همچنین از فنهای دقیق خوانندگان به المپیادهای شهری و جمهوریوی اشتراک مینمایند. همروزه خوانندگان برای سیقل دادن سویه دانش خود از کتابهای بدیعی وسیع استفاده می نمایند. مکتب ما دارای کتابخانه ها می باشد. ما در وقت های بیکاری آمده در اینجا کتاب ها را مطالعه می سازیم و این برای پیشروی ما می باشد. بسیار آزمون ها گذرانیده می شوند، فروغ صبح دانایی که در مؤسسه ما اینها را برگزار می نماییم و ما کتاب ها را دوست می داریم. کتاب دوست انسان می باشد. ماموریت مؤسسه های تعلیمی تلاش بر آن دارند که خوانندگان فنهای دقیق را به پرگی از خود کرده در آینده صاحب کسب و هنر باشند. شرایط امروزه مؤسسه های تعلیمی بر آن نگرانده شده است که تنها خوانندگان می توانند با شوقمندی فنهای لازمه را از خود نمایند. مؤسسه های تعلیمی شهر تورسونزاده دارای کتابخانه و قرائتخانه بوده، خوانندگان هنگام وقتهای خالیگی خیش به آنجا آمده کتابهای بدیعی را قرائت می نمایند. مورد استفاده قرار داشتن کتابخانه ها از هر جهت به بالاروی سویه دانش خوانندگان مساعدت می نماید. من خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10. در مؤسسه ما کتابخانه موجود است. ما در وقت های بیکاری به این جامعه کتاب ها می خوانیم. کتاب دوست انسان است. در واقع در دوران صاحب استقلالی وطن عزیزمان در شهر تورسونزاده ده ها مؤسسه های تعلیمی تیپ نو و صدها صنفخانه های ایلاوگی زمانوی مورد بهره برداری خوانندگان قرار گرفت که این روند به وسیع گردیدن سطح و صفت تحصیل خوانندگان مساعدت می نماید. در مؤسسه ما همگی 552 نفر خواننده می خواند. برای اجرا نمودن دستور و سپرش های جناب عالی چخیلی که در پیام خودشان چند بار تاکید کرده گشته گشته گفته گذشتند، برای اجرایش همین سپرشگاه کوشش حرکت میکنیم. همه ساله در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قید کرده میشود که ساحه معارف این پیشروی جامعه میباشد. از سروری دولتمون خرسان هستیم. معارف به چه اهمیت کلان داده استادن. ما آموزگاران
خوانندگان با یک جایگی پدر و مادران حرکت میکنیم برای اجرایش این سپارش ها همه وقت اهمیت جدی میدهیم. شرایط مهیا هستند. ما در آزمون ها برای آزمون ها تیاری دیدن در این همین کتابخانه قرائتخانه آمده از آنها استفاده میبریم. من در مؤسسه تحصیلات میونه عمر رقم 48 میخوانم در صنف 10 می به قسیم اسدی خوانو. در مکتب ما کتابخانه هست. در اینجا قرائتخانه علاوه میباشد. ما در همین جا در وقت های خالی میبیایم کتاب خو میخونیم، شعر خو، حکایت خو، افسانه خو، همه چیز رو میخونیم. همچنین در مؤسسه های تعلیمی شهر تورسونزاده چهارابینی ها بخشیده به جشن های سیاسی و تاریخی و روز مولود شاعران و نویسندگان برگزار کرده می شود. همین گونه یک چهارابینی بخشیده به 110 سالگی میرزا تورسونزاده در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 برگزار شد. در این چهارابینی تمام آموزگاران و سروران مؤسسه های تعلیمی اشتراک کردند. بخشیده با 110 سالگی قهرمان تاجیکستان میرزا تورسونزاده در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 6 شهر تورسونزاده چهارابینی برگزار گردید. در این همایش تمام آموزگاران و خوانندگان اشتراک کردند. برگزار گردیدن چنین چهارابینی های فرهنگی در ضمیر خوانندگان نسبت شاعران و نویسندگان و شخصیت های معروف خلق تاجیک مهر و محبت را زیاد می نماید و آنها بار دیگر درباره کارنامه های شخصیت های بزرگ نیاگان خیش معلومات پیدا می نمایند. چنین غمخوری های حکومت مملکت را به نوبت گرفته آموزگاران حلیم و غمخور با استفاده از شرایط فراهم آورده شده نسل نورس را برای وطن پرستی و انسان دوستی و افتخار ملی تربیت می نمایند تا که آنها در آینده آبادگری وطنی عزیز خیش باشند. هر سال از مؤسسه های تعلیمی و لیسه های شهر تورسونزاده خوانندگان بالایقد و گیرندگان ادرارپولی پرزیدنتی و رئیس شهر به المپیاده و مسابقه های ورزشی جمهوریوی و بین المللی اشتراک کرده پرچم تاجیکستان را در عرصه جهان معرفی می نمایند. برای باز هم خوبتر و بهتر نمودن سطح و صفت تحصیل در مؤسسه های تعلیمی شهر تورسونزاده از طرف مقامات محلی و شعبه معارف تدبیرهای سودمند اندیشیده می شود تا که خوانندگان از شرایط و امکانات موجوده استفاده کرده صاحب خط و سواد گردند و در آینده به خلق و وطن عزیز خیش خدمت های صافدلانه نمایند.